آزادی به قید وثیقه، آزادی مشروطه، آقای عبدالفتاح سلطانی، قتل‌های زنجیره‌ای، دین تحقیقی و دین تقلیدی، مقایسه روش و رفتار پیامبر اسلام با روش و رفتار دکانداران دین، موضوعاتی بود که در گفتگوی این هفته شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد سیفزاده، حقوقدان برجسته میهنمان مطرح شد. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. آقای سیفزاده، سپاسگزارم از اینکه این هفته هم وقتتون رو مجدداً به مانند هفته های گذشته به ما دادید تا گفتگوی رو با مردم ایران، اون هم در این شرایط حساس، داشته باشید. باشم خدمت بینندگان محترم دور تیوی و کارکنان این تلویزیون. اولی موضوعی که آقای سیفزاده میخوام بهش بپردازم آزادی به قید وثیقه است. لطف کنید یک توضیحاتی رو در این ارتباط برای بینندگانمون بدید، به این دلیل که این موضوع رو ما به کرات این روزها شاهدش هستیم. خواهش میکنم. بله، در اثر پافشاری کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه دایر به آزادی همکارانشان بر دادگستری تسلیم شد و 15 نفر از آنها را به قید وثیقه آزاد و بقیه همچنان در توقیف غیرقانونی می باشند. که اولا باید همه اعتصاب کنندگان بلا قید و شرط آزاد گردند. ثانیا آزادی عزیزان به قید وثیقه عملی است غیرقانونی، چه آن که برابر مواد 9، 10، 11، 20، 22، 23، 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول 22، 26، 27، 28، 32، 34، 36، 37، 40، 57، 61، 59 قانون اساسی و مواد 2 و 12 و 13 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل اسلامی قبح عقاب بلابران تا کسی مرتکب جرم نشود نمیتوان اقدام به احضار افراد کرد. حالا چه توقیف خودسرانه و یا غیرقانونی، دیگه چه برسد به این که این به طریق اولاست. جرم آن است که فعل یا ترک فعل اشخاص را مجلس شورا جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کند و اگر فرد مطابق قانون مرتکب جرم شد باید دلیل بر احراز وقوع به ذهن وجود داشته و دلیل کافی بر توجه اتهام به شخص موجود باشد. در چنین حالتی بازپرس اقدام به احضار متهم وفق قانون آیین دادرسی کیفری می نماید. مرجع احضار کننده صرفاً محاکم عمومی دادگستری بوده و مراجع دیگر نظیر دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت از اساس غیرقانونی هستند و حق ندارند شخصی را حتی احضار کنند. وقتی شخصی از طرف مراجع صالحه قضایی احضار شد، تحقیقات مقدماتی باید با حضور وکیل بوده و مرجع قضای صالح حق سوالهای اکراه آمیز و تلقینی و اجباری را ندارد. متهم حق سکوت هم دارد. در تمام مراحل دادرسی متهم باید از حق دادرسی منصفانه برخوردار باشد. اگر دلایل قطعی بر ارتکاب بزه و توجه اتهام وجود داشت، قاضی صالح اقدام به صدور قرار تأمین متناسب می نماید. تأمین نامتناسب توقیف غیرقانونی و جرم محسوب می شود. در جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی توان قرار بیشتر از کفالت صادر کرد. صدور قرار تأمین برای دسترسی آسان به متهم است. نباید این دسترسی موجب توقیف شود. لذا کلیه اعمال قضایی که علیه اعتصاب کنندگان و تجمع کنندگان و راه پیمایان انجام شده از اساس غیرقانونی که عامل و مباشر این اعمال غیرقانونی قابل تعقیب و مجازات هم هستند و همچنین باید همه آنها بلا قید و شرط آزاد و به آنها خسارت پرداخت کردند.
آقای سیف‌زاده، همینطور که شما هم در جریان هستید، چند روز پیش آقای عبدالفتاح سلطانی پس از 8 سال از زندان آزاد شدند، ولی آزادیشون آزادی مشروط هست. لطف کنید یک توضیحاتی رو در این ارتباط برای بینندگانمون بفرمایید. میدونم مطالب زیادی رو در ارتباط با آقای عبدالفتاح سلطانی و کانون مدافعان حقوق بشر شما دارید حتما. حالا تا جایی که امکان داره و در حوصله این برنامه میگنجه، لطف کنید برای بینندگان ما توضیحات لازم رو بفرمایید. بله، مطالب که خب زیاد هست، ولی سعی میکنیم در حد حوصله بینندگان مطالب مهم فقط گفته بشویم. آزادی جناب آقای عبدالفتاح سلطانی غروب چهارشنبه مورخ 3/8/97، جناب آقای عبدالفتاح سلطانی عضو مؤسس و شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر با استفاده از حق آزادی مشروط آزاد شدند. ایشان پس از بیش از 7 سال حبس آزاد گردیدن. باید جناب آقای سلطانی بلا قید و شرط آزاد می شدن. تحمیل آزادی مشروط به ایشان نشانگر استمرار قانون شکنی می باشد. کانون مدافعان حقوق بشر مگر چه کرده بود که چنین دچار خشم و قانون شکنی حکومت شد؟ جز قبول وکالت متهمین سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی به نحو رایگان، آشنا کردن مردم با قانون و حقوق و حقه خودشان، دفاع از ستم دیدگان و مظلومین، برگزاری سمینار، کنفرانس، کلاس در جهت ترویج قانونگرایی و تعمیم اعلامی جهانی حقوق بشر، ایجاد وحدت بین اقوام مختلف ایرانی در جهت انسجام ملی، ترویج و آشنایی مردم در جهت مطالبات حقه خود به نحو مسالمت‌آمیز، انتشار موارد نقض قانون و حقوق بشر، آن وقت در قبال این همه خدمت به مردم شریف ایران، پس از آن که آقای بان کی‌مون دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در قرائت گزارش نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 بار با گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر به گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر استناد نمود، با تصمیم دولت احمدی نژاد و هماهنگی وزیر کشورشان و دادستان قانون شکن آن روز آقای سعید مرتضوی و در سال روز گرامی داشته روز جهانی حقوق بشر که پذیرای بزرگان و رجار ملی بودیم، به کانون حمله شد و پس از ایراد ضرب و جرح و شتم و اعضای کانون و میهبانان درب کانون را مهرموم و اموال و اسناد کانون را بردند. بعد از چند روز مرا احضار کرده و معاون قانون شکن مرتضوی و مقامات وزارت اطلاعات مرا تهدید به تعطیلی کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه کردند. گفتم این کار در صلاحیت من نیست. گفتم تو رئیس این کمیته هستی، باید آن را تعطیل کنی. گفتم من از آن رئیس ها که شما دارید نیستم که هر کار قانون شکنان انجام دهم. اختیار با اعضا هست و من مجری مصوبات آنها هستم. در دفتر بانوی صلح جهان سرکار خانم شیرین عبادی جلسه گذاشتم و تمام اعضا را دعوت کردم و موضوع را خدمتشان گزارش نمودم. همه اعضا به اتفاق تصویب کردند کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه باید ادامه یابد و به اتفاق تصمیماتی را به این جانب و سخنگوی کمیته سرکار خانم عبادی واگذار و مصوب نمودند. وقتی آنها مطلع شدند کمیته به حیات خود ادامه می‌دهد، مرا احضار و تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی تفهیم اتهام نمودند. به بازپرس گفتم ما کاری به نظام نداشتیم، وظیفه کانون را شرح داده و اضافه کردم به اسناد اصل 26 قانون اساسی مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب، کانون مدافعان حقوق بشر کاملا قانونی بوده و اسناد و مدارک بسیاری را به بازپرس دادم. گفت استاد من چاره ای ندارم، با عذرخواهی ناچارم آخرین دفاع بگیرم. و بالاخره صلواتی مرا به 9 سال حبس محکوم نمود و دادگاه تجدید نظر آن را به 6 سال تبدیل کرده و مرا به زندان بردن.
بعد از من جناب آقای سلطانی را که قبلا در چند پرونده سازی مرتضوی به زندان افتاده و در دادگاه تجنظر تبرئه شده بودند را دستگیر و علارغم اعتبار امر محکومون به ها آن اتهامات پرونده جدید گشوده و قانون شکنانه آن اتهامات تبرئه شده را اضافه کرده و ایشان را به 18 سال حبس سایر محرومیت ها محکوم نمودند که دادگاه تجنظر آن را به 13 سال حبس تقلیل داد. بعد نوبت سرکار خانم نرگس محمدی رسید که بعد از دستگیری در اثر فشار و آزار و اذیت بازجویان به اسپاس معزولانی و بیماری های دیگر دچار و اخیراً مجدداً به 16 سال حبس محکوم شد. ما را محروم از وکالت کردند تا وکلای مطابق میلش را به متهمین تحمیل نمایند و راه وکلای مستقل را سد نمایند. سرکار خانم نسرین ستوده نیز بعد از گذشت 3 سال و اتمام حبس مجدداً با اتهامات واهی دستگیر و به زندان انداخته شد. همسر گرامیش که وضعیت او را مطابق واقع و قانون خبررسانی میکرد نیز به زندان افتاد و 2 فرزند خردسال و نوجوان را محروم از سرپرستی پدر و مادر نمودند. جناب آرش کیخسروی نیز با اتهامات ناروا روبرو شد و به زندان افتاد که شر همه را قبلا گفتم. به جرأت میگویم اعضای قانون مدافعان و قدر حتی کوچکترین تخلفی نکردند. اقدامات آنها در جهت قانون و اعلامی جهانی حقوق بشر به شرطی که گفتم بود که حکومت تحمل نکرد. توجه داشته باشیم که در این بگیر و ببندهای قانون شکنانه آنچه که باعث اضرار غیر قابل جبران است خانواده ها بر زیادی را تحمل می کنند که در این مورد همای سلطانی دختر ارجمند کار گرامی عبدالفتاح سلطانی در اثر این قصه ها در سن جوانی سکته کرد و امسال دیدیم چه بلایی بر این خانواده گرامی نازل شد. و از آن سال سازمان ملل متحد ناظر حقوق بشر برای ایران انتخاب کرد. مدیر کل وزارت اطلاعات در زندان 209 از من پرسید احمد شهید ناظر حقوق بشر در ایران شده، به نظر شما او را راه بدهیم یا ندهیم؟ گفتم روزی کانون مدافعان حقوق بشر موارد نقض قانون و حقوق بشر را از روی خبرگزاری های مجاز ایران منتشر می کردیم تا جلوی قانون شکنی گرفته شود و به شما و شما تحمل نکردید. حال اگر آقای احمد شهید را راه ندهید وای به حالتان، و اگر هم راه بدهید وای به حالتان. گفت کانون مدافعان حقوق بشر برای حکومت خط قرمز شده و به هیچ وجه دیگر اجازه کار به این کانون نمیدهیم. توجه داشته باشید کانون مدافعانی که هیچ کاری جز قانونگرایی و تعمیم حقوق مردم نداشته برای رژیم خط قرمز شده است. معنای آن این است که به هیچ وجه این رژیم قانونگرایی را تحمل نمی کند و قانونگرایان را به حبس می اندازد و سرکوب می کند. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در جهت احقاق حقوق حقه مردم و آشنایی آنها به قانون و حقوقشان و اعلامی جهان حقوق بشر با قانون شکنی حکومت به چنین مجازات هایی روبرو گردیدند. حداقل استمالت تعقیب آمرین و مباشرین این قانون شکنی ها و پرداخت خسارت به آنها و برگرداندن مالکیت دفتر کانون به نام کانون مدافعان و افتتاح و فعالیت مجدد اعضای کانون و رفع محرومیت ها می باشد. این قانون شکنی ها چندان قابل دوام و ادامه نیست، چنان که رژیم پهلوی دست از قانون شکنی و آزار آزادی خواهان و فعالان سیاسی بر نداشت تا زمانی که شاه صدای انقلاب مردم را شنید توبه کرد، ولی مردم دیگر صدای او را نشنیدند و به درستی به او اعتماد کردند. وقتی نظامی مشروعیت خود را از دست داده و حاکمیت ناشی از رأی مردم تبدیل به حکومت شده و اقتدار ناشی از حاکمیت مردمی را از دست می دهد، دست به قدرت نمایی می زند و فرق بین حکومت و حاکمیت
و قدرت و اقتدار در همین جملات است. آقای سیف‌زاده، در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای هستیم. چند روز پیش 20 سالگرد به قتل رسوندن و کارت آجین کردن فروهرها بود و دیگر عزیزانی که در این قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدند. لطف کنید و توضیحاتی رو اگر در این ارتباط برای بینندگانمون در نظر گرفتید بفرمایید. بله. قتل‌های زنجیره‌ای، چهار روز قتل‌های زنجیره‌ای و کارت آجین و خفه کردن تعدادی از بزرگان و فرهیختگان جامعه ایران هستیم. لذا کشتار ددمنشانه این مشعلداران نور و حقیقت و آزادی را به تمام ملت ایران و خانواده محترم آنها تسلیت عرض می نمایم. این قتل عام به نام دین خیانت آشکار و مبرهنی علیه اسلام و مسلمانان می باشد، چنان که داعش و طالبان و گروه های دیگر متحجر و آلت دست استعمار چنین کرده و می کنند. با توجه به اینکه دو تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر وکیل تعدادی از خانواده های جان باختگان راه آزادی بودند، عقیده دارم این قتل ها اولا منحصر به دوران خاتمی بوده، ابتدای انقلاب شروع شده و ادامه داشته است. توضیح بدم اگر اشتباه نکنم، درست یک روز بعد از انقلاب یعنی 23 بهمن 3 از طرفداران یا اعضا، اینو با دقت نمیدانم، فقط به من گزارش شد، سازمان مجاهدین خلق در ابتدای جاده تهران قم به شهادت رسیده شدن و ترور شدن. بعد از آن ترور گندلات ها و تعدادی از وابستگان ساواک و آخوندهای ساواکی شروع شد در دایره استان مرکزی که من دادستان انقلابش بودم، و این تقریبا این نقاط ها موجب وفاق تمام گروه های حکومتی بود. بعدها 4 از رهبران ترکمن را در ترکمن صحرا که یکیشون قاضی دادگستری بود و ما با هم همدوره بودیم در دوران کارآموزی قضایی و از انسانهای بسیار شریف و پاکدامن بود به نام آقای محمد واحدی، و 3 دیگر از رهبران خلق ترکمن رو به قتل رسوندن و این کار رو در اون زمان گفته شد که خلخالی انجام داده، و این نوع قتل ها از ابتدای انقلاب وجود داشته. ثانیاً، صرفاً حاصل نظر و عمل گروه خودسر و بیسر و باسر نیست، نتیجه تفکر و عمل کرده تمام جناح‌های حکومت جمهوری اسلامی باشد. آنچه اصلاح طلبان جسته و گریخته نقد می‌کنند این که عده‌ای خودسر از باند رقیب در وزارت اطلاعات به طور خودسر دست به این جنایت زدند. این ادعا اگر هم درست باشد، به عنوان فردی که سالها در سمت بازپرسی یا دادستانی قطعهای بیشماری را رسیدگی کردم، نمیتواند مقرون به حقیقت و یا تمام حقیقت باشد. این که یک مهره اطلاعاتی اصلاح طلب به لحاظ آن که در وزارتخانه کشیک بوده و خانه داریوش فروهر مجهز به شنود توسط اطلاعات بوده، متوجه می شود که عده‌ای مشغول کشتن داریوش و پروانه هستند و صدای یکی از آنها را می شنود، نشان براعت جناح اصلاح طلب از این جنایت فجیع و ددمنشانه نیست. این جنایت حاصل تفکر خودی و غیر خودی، تحجر و دوست تلقی کردن خودی ها و دشمن تلقی کردن غیر خودی ها انجام شده، که متاسفانه این گونه تفکر ابن ملجم معابانه به فردی مانند علی، اسطوره پاکی و صداقت و درستی و انسانیت و عدالت هم رحم نمی کنند، و چون او را غیر خودی می پندند با شمشیر زهراگین فرقش را می شکافند. وقتی نظامی معتقد است جان و مال و ناموس و آبرو و شغل و حیثیت افراد
از قبل ولایت فقیه بوده و رأی دادن آدم ها موجب مشروعیت نظام نبوده بلکه موجب مقبولیت نظام است و کوچکترین ارزشی برای انسانیت قائل نیست و حکومت را خدا به او داده و اینها جانشین پیامبر و امامان بوده منتخب مردم، از هیچ جنایتی علیه انسانها خودداری نخواهند کرد. قائلین به این نوع حکومت با هر انگ و تابلوی مسئول این جنایات هولناک می باشند. وقتی آقای انصاری راد که انسان شریفی است میگوید ما به نقطه‌ای رسیدیم که نمیتوانستیم آنها را احضار کنیم و به مرز خطر وارد نشدیم و این گفتار در زمانی است که اصلاح طلبان دو قوه مجریه و معاونه را در اختیار دارند و هیچ کاری نمی کنند و قتله به مجازات نمی رسند، نمی توان این کار را حاصل عده خود سر در وزارت اطلاعات دانست. در روزهایی که موکلین کانون مدافعان حقوق بشر آقایان شمس الواعظین، دکتر سفری، گنجی، باقی، محسن کدیور، اشکوری و تعداد دیگر در زندان بودند، سه شنبه ها به ملاقات آنها در زندان اوین می رفتم. روزی آقای شمس الواعظین بعد از ملاقات گفت عده می خواهند به شما وکالت بدهند، بمانید. آنها می آیند، نشست چند نفری آمدند که معلوم شد قاتلین زنجیره‌ای هستند. صحبت از تفویض وکالت به این جانب نمودند، گرچه اگر عدالتی وجود می داشت و آنها به واقع تحت تعقیب قرار می گرفتند، دفاع از آنها به عنوان وکیل جایز و امری قانونی و عادی است. با این وجود حالم دگرگون شده بود. گفتم شما انسانهای پاکدامن و درستکار و میهندوست مملکت را با قساوت تمام کشته اید، فکر میکنید وکالت شما را قبول میکنم؟ کاظمی و موسوی گفتند ما که تبرئه میشویم، ما که مجازات نخواهیم شد، میخواستیم اجر و ثواب این کار بزرگ نصیب شما شود. با عصبانیت از زندان خارج شدم. آنها میدانستند تعقیب نمیشوند و نشدند. این امر ناشی از عدم استقلال قوه قضاییه و مقننه نیز می باشد که همه عجیر و تدارکچی نظام قانون شکن می باشند. آی سیف زاده، یک شنبه ولادت پیامبر اسلام بود. شما مطالبی رو در این ارتباط، به خصوص میدونم در ارتباط با دین تحقیقی و دین تقلیدی و سوء استفاده از اعتقاد و باور مردم توسط دکانداران دین آماده کردید برای مردم. خواهش میکنم بفرمایید. بله. سالروز ولادت پیامبر گرامی را به تمام مسلمانان جهان و ملت ایران تبریک عرض می نمایم. پیامبر مهر و محبت و آگاهی که دینی می آورد که هدفش رهایی انسان از ظلم ستم تاریخی شاهان و روحانیون می باشد و بر ظلم می شورد تا انسان را رها سازد و از ظالم و منظلم متنفر است و از منظلم بیشتر، که اگر تن به ظلم نمی داد ظلم به وجود نمی آمد. و صحابه او با تفکرات متفاوت با همه آنها به شور می نشیند و در نشست ها به قول دانشمند بزرگ اتحاد جماهیر شوروی که در زمان جشن هنر شیراز به ایران آمده بود گفته بود و ایراد به رژیم شاه گرفته بود که نشست پیامبر با اصحاب به صورت دایره بود تا هیچ کس بر دیگری برتری نیابد و در کار و کوشش مانند همه کار میکرد، چه آنکه لیس الانسان الا ما سعا. و وقتی در کوچه رد میشد با بچه ها بازی میکرد، لبخند به لب آنها میآورد و وقتی از کوچه میگذشتند بر سرش آشغال و زباله میریفتند و چون چند روز این عمل انجام نمیشود سراغ آن دوست را میگیرد که میشنود مریض است، به عیادتش میرود و آن یهودی از شرم اعمال گذشته مسلمان شده و پیامبر او را مینوازد، و یا وقتی میبیند از غیر مسلمان فردی در کوچه گدایی میکند ناراحت میشود که چرا او را در این سن و سال گرفتار فقر شده و وظیفه بیت المال بوده و مسلمانان بوده که زندگی او را تأمین کنند، و میگوید اگر کسی صدای مظلومیت فردی را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نیست، فلیس به مسلم. نمیگوید صدای مظلومیت مسلمانی را،
عام میگوید انسان و همه افراد غیر مسلمان را هم شامل میشود. و به قول متفکرین غربی در زمانی که به حکم دادگاه‌های تفتیشی غرب و حق‌گویی و انتقاد از حکومت و کلیسا انسان را زنده در آتش می‌سوزاندند، رواداری دینی در بغداد و قاهره و ایران و هند تا مسلمانان اسپانیا و کل سرزمین‌های اسلامی امری عادی و متعارف و رواج کامل داشته است. اما چه شد که مسلمانان به چنین روزی افتادند که به لحاظ عقیده به جان هم بیفتند و مهر تکفیر و تفسیق رواج کامل یابد، همه از کید و دام دکانداران و کسبه دین و حمله تعصب و عقیده ارتجاع و یک کلمه کنار گذاشتن دین تحقیقی و جایگزینی دین تقلیدی مردم را به دینجا کشان و الا اسلامی که مؤمنین را موظف کرده در عبادت هم نماز روزی 5 بار به غیر مسلمانان سلام کنند و احترام بگذارند، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام به ما مسلمان ها و سلام به تمام غیر مسلمان ها که مردمان خوبی هستند، مردمان درستکاری هستند. کارش به جایی میرسد به هیچ غیر خودی رحم نمی کند. تیغ تکفیر را همواره بر سر هر غیر خودی گرفته و بر فرقش فرود می آورد. تصور نشود این امر اختصاص به شیعه دارد. برادران اهل تسنن هم گرفتار مفتیان نوکر قدرت حاکم هستند. خمینی قبل از انقلاب آنها را آخوندهای درباری و مسلمانان آمریکایی می دانست. اتفاقا شیعه به لحاظ باز بودن باب اجتهاد بر مبنای قرآن، عقل، سنت، اجماع باید قوانین و مقررات را بروز کنند و الا اجتهاد معنا ندارد. اما من گفته شریعتی را درست می دانم که تسنن محمدی و تشیع علوی را یکی می دانم، چنان که تشیع صفوی و تسنن اموی را یکی می دانست. تاریخ و ادبیات و اشعار ما آکنده از ریاکاری دکانداران دین است. در قسمت تاریخ ها سیاح در سفرنامه داخلی خود نقل می کند که تمام شهرها در اثر فساد حکام و روحانیون هیچ امنیتی در شهرها وجود نداشت. وارد شهری می شود که نعمت و آبادی و امنیت و ارزانی کاملا به چشم می خورد. نزد حاکم می رود و از او می پرسد چطور این شهر را امن کردید؟ می گوید به من گزارش کردند فردی که داخل حمام زنانه به نام فاطمه خانم از خدمه حمام میگوید نه تنها زن نیست بلکه مرد است که کتاب حال به تعدادی از نوامیس شهر تجاوز کرده است. خواستم او را مجازات کنم. فریاد روحانیون به هوا بلند شد که سید فاطمه خانم اولاد پیغمبر و وای به حال اسلام، وای اسلاما به هوا رفت. هرچه با آنها صحبت کردیم فایده نبخشید. آخر او را دستگیر نزد مشهد شهر فرستادم که شخصا او را معاینه کرده که نه تنها او زن نیست بلکه نرخری است. با دروغ و ریا و حق بازی اهالی شهر را بر من شوراندند. من هم او را به شدت تنبیه کرده و شهر اخراج کردم و شهر چنین شد، امن شد. و یا اینکه شیخ فضل الله نوری گورستان مسلمانان را به نقل از تاریخ بیداری ایرانیان به 700 تومان به سفارت روس فروخته، موقع گودبرداری جسد زنی جوان پیدا می شود که منجر به شورش و قوغا در شهر می گردد. اما در قسمت اشعار ملا علی اکبر خامنه ای از آزادی خواهان تبریز در شعری که کسروی در تاریخ معتبر 18 ساله آذربایجان نقل می کند گفته است خدا خدا ز که نالم به که نالم ز زاهدان ریایی که عالمی بفریبند با و ردایی به خلق حرمت می میکنند لیک همیشه ز خون بیگناهان مست هر سباب و مسایی خدا که کار بشر را حواله کرد به شورا طول نشمرن این ابلهان ریش حنایی بیا که خون شده جاری به جای آب به تبریز به حکم شاه و به فتوای چند شیخ کذایی.
تاریخ اسلام نزد صاحب نظران و اهل فکر و اندیشه حتی غیر مسلمانان بسیار روشن و عملکرد آیان نیز در سوء استفاده از دین و اعتقادات و ایمان مردم مثنوی هزارها تن کاغذ شود. چنان که انوشیروان از نوع عادلش به فتوای موبد موبدان 10,000 در مزدکی را به لحاظ عقیده دیگر و دگر اندیشی زنده به گور کرد. ابوالعلای مؤری متفکر و شاعر مادیگرا همزمان با امام جعفر صادق بارها می گفت و می نوشت آن کس که عقل دارد دین دارد، آن که دین دارد عقل ندارد، و با امام صادق به گفتگو می نشست و از همین صحبت ها می کرد. تاریخ به یاد ندارد که یک از کتاب‌های کفرآمیز او را سوزانده یا پاره کرده باشند. به خود بیاییم و دست از دین تقلیدی برداریم و به طرف دین تحقیقی در اسلام یا هر عقیده دیگر برویم. آقای سیف‌زاده سپاسگزارم. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی.